سلام و درود آقای شمیرانی عزیز. 13 بدر سال 1397 2577 پادشاهی بر همه مبارک. نابود باد رژیم خامنه ای، آینده و جاوید باد خاندان بزرگ پهلوی. درود به شاهزاده رضا پهلوی. امیدوارم 13 بدر سال 1398 و با پادشاهی رضا شاه دوم سایش بالای سر همه ما ایرانی ها باشه. سلام خدمت جناب شمیرانی بزرگوار و تمام فدایان ایران عزیز. فکر میکنم بهترین راه معرفی کانالمون به مردم و همینطور از دور خارج کردن پول بی ارزش نظام آخوندی همین باشه. رو پولای نو سعی کنید بیشتر بنویسید بهتره. به عشق ایرانم، به عشق ایرانم. ملت دانا و متحد هرگز شکست نخواهند خورد. به امید ایرانی آزاد شد. فرمانده جان، من نسبت به خودم نمیدونم، برای خودم دیگه اصلا هیچ امیدی ندارم. خب ولی فقط از خدا اینو میخوام و همه تلاشم رو میکنم، همه تلاشم رو به نوبه خودم میکنم که شما این رژیم کثیف رو نابود کنی انشاءالله. از خدا میخوام که اگه خودم هم ندیدم اون روز سرنگونی رو، شما حتما ببینی. و این رو از صمیم قلبم بهتون میگم که واقعا عاشقتونم. تا ابد پیروز باشین. فقط تنها دلیلش فرمانده گرامی خرابی گوشیم بودش که من تونستم موفق شدم پری روز گوشیمو تحویل بگیرم. به خاطر تعطیلات نتونستم زودتر از اینها، البته باید خیلی پیشتر از اینا معرض ادب میکردم. با امید آزادی هستم فرمانده گرامی. اون روزی که تمام عزیزامون بلخص شما شاهزادمون در کنار شما در ایران تشریف بیارین، در خدمتون باشیم. با امید اصخایی میکنم بایستم قد شد و پیروزی آزادی باشه. با امید اون روزی که تمام سیاسی ها و آزادی خواهمون در زندان آزاد بشن و به زودی این آزادی رو ما مزهش رو بچشیم. ما امسال در کنار هموطنهای گرامی که در خارج از ایران سعی تلاششون برای سقوط این نظام کثیف آخوندی هست، آرزو اینه که در کنار هم یک جنبش مردمی و آزادی داشته باشیم. با امید اون روز من ازتون عذرخواهی میکنم اگر دیر تونستم خدمت شما تبریک سال نو رو بگم. فقط درود بر شما فرمانده گرامی. وقت حضرت علی بخیر. ایران ساعت حدوداً 8. امیدوارم 13 تون رو به خیر خوشی سپری کرده باشین فرمانده گرامی. امیدوارم سال نو به شما و خانواده محترمتون خوش گذشته باشه. سالی تو هم با نابودی رژیم آخوندی و پایداری رضا شاه دوم پهلوی عزیزمون باشه. امیدوارم به زودی این 13 که به در شد روز 13 نحس و نحسیش انشاءالله پاگیر این رژیم مفلوک باشه و شادیاش در کنار ایرانیای عزیز، آزادی خواهای عزیز، شاهزاده گرامی شما و همچنین تمام آزادی خواهایی که در ایران دور هستن. فرمانده گرامی من 13 رو به در کردم، البته جایی نرفتم، در همین منزل سبزه هایی که گره زدم الان براتون ارسال میکنم. همه هموطنهای ما بیش از 80% از ملت ایران که گرفتارن و آزادی میخوان امسال 13 شون و سال 9 شون رو شروع کردن با دعای نابودی رژیم جمهوری و پیروزی. درود و سپاس به بزرگمرد تاریخ سرزمین ایران.
مردم شریف ایران، موقعش نرسیده ما برگردیم به اصل و نسب خودمون. چه عظمتی داشتیم، به پا خیزید، برگردیم به گذشته خودمون. جهانیان قدرتمون رو به جهانیان نشون بدیم. به امید پیروزی پاینده پرچم سرنگ شیر خورشید نشان مقدس ایران. سپاس. درود خدمت همه هموطنان عزیزم. این وایس میخوام نکات امنیتی تلگرام رو یادآوری بکنم تا دوستانی که توی گروه ها و کانال های سیاسی فعالیت میکنن بتونن به فعالیتشون ادامه بدن بدون اینکه شناسایی بشن یا به خطر بیافتن، و اگر دوست داشتن بتونن با امنیت کامل برای خودشون گروه یا کانال ایجاد بکنن. اولین توصیه‌ای که به دوستان دارم اینه که یه سیم کارت ایرانسل تهیه بکنید مخصوص کار سیاسیتون، و شماره این سیم کارت رو به هیچ کسی، حتی به بستگان درجه یک خودتون، ندید. با این سیم کارت یک اکانت تلگرامی ایجاد میکنید. الان تلگرام به شما این اجازه رو میده که 2 یا 3 اکانت داشته باشید، یعنی علاوه بر این که حالا تلگرام اصلی خودتون برای کارهای شخصی رو دارید، روی همون صفحه اون 3 خط بالا افقی که هست اون رو لمس میکنید، یه پنجره از کنار باز میشه، بعد روی اسم خودتون یا فلش کوچک سفید رنگی که به موازات اسمتون گذاشته شده اون رو لمس میکنید، این پنجره که باز شده بود یه پله میاد پایین، یه چیزی اونجا نوشته نیو اکانت یا اکانت جدید، اون رو انتخاب میکنید، شماره سیم کارت جدیدتون رو وارد میکنید، یه اکانت جدید برای شما میسازه. یادتون باشه شماره این سیم کارت رو به هیچ کسی نمیدید، با این سیم کارت جدید به هیچ کسی تماس نمیگیرید و اس ام اس نمیدید، فقط برای نصب اکانت تلگرامیتون استفاده میکنید و بعد سیم کارت رو از گوشی خارج میکنید و سیم کارت قبلی خودتون رو قرار میدید. یادتون باشه حتما از تایید 2 مرحله استفاده بکنید، چه برای تلگرام اصلی خودتون که برای کارهای شخصی است، چه برای اکانت سیاسی خودتون، و اینها رو از هم جدا بکنید. با اکانت سیاسی به افراد شخصی به هیچ وجه پیام ندید. نسخه اصلی تلگرام رو حتما استفاده بکنید و از گوگل پلی دانلود کنید، از بازار یا جای دیگه دانلود نکنید، و نسخه های دیگه مثل موباگرام و آگرام اینها رو استفاده نکنید. رمزی که برای تایید 2 مرحله میگذارید حتما یادتون باشه یه رمز سخت باشه که کسی نتونه اونو حدس بزنه. به کسی لازم نیست بگید که فعالیت سیاسی میکنید، وقتی کسی ندونه به طور اتوماتیک امنیت شما حفظ میشه. اسم و عکس پروفایلی که برای اکانت سیاسی خودتون میگذارید حتما غیر واقعی باشه، مخصوصا برای کسانی که داخل ایران هستن. کسانی که از امنیت خودشون مطمئن نیستن حتی الامکان توی تلگرام وایس ندن و فقط از همون تایپ کردن استفاده بکنن. بخش امنیتی تلگرامتون رو میتونید چک بکنید که حساب تلگرام شما هک نشده باشه. ویدیویی در این رابطه هست که داخل کانال قرار دادیم، میتونید آیدی کانال رو سرچ بکنید توی تلگرام @پاینده ایران 2017. این آیدی رو سرچ بکنید، کانال پاینده ایران میاد بالا، جوین میشید، بعد امنیت رو سرچ میکنید یا امنیت تلگرام رو. ویدیوهای مربوط به امنیت برای شما نشون داده میشه که کجا هست. مسئله بعدی که باید رعایت بکنید اینه که وقتی شما اکانت شما وارد گروه ها و کانال سیاسی شد دیگه این اکانت آلوده است. هر کسی که میاد به پیوی شما پیام میده احتمال داره یک ماموری باشه از طرف رژیم که میخواد شما رو شناسایی بکنه. مسئله‌ای که باید مد نظرتون باشه اینه که به هیچ وجه مشخصات خودتون رو، حتی مشخصات کلی، حتی شهر زندگی یا مثلا زبان یا سن و سال، هیچ چیزی راجع به خودتون به کسی که نمیشناسید اطلاعات ندید تا امنیت خودتون خطر نیفته. اگر مشکلی داشتید میتونید به آیدی من @کوروش پهلوی پیام بدید و من اون ویدیوهای مربوط به
نکات امنیتی رو یا توضیح باشه براتون میفرستم که به مشکلی بر نخورید. امیدوارم که دست به دست هم بتونیم هرچه زودتر از این رژیم عبور بکنیم با کمترین هزینه و هیچ مشکلی برای هیچ کدوم از هموطنان عزیز پیش نیاد. پاینده ایران، بدرود. خب با این مشخصاتی که من توضیح دادم در رابطه با پادشاهی پارلمانی، شما امروز به صورت مشخص متوجه میشید که دست افراد میتونم بگم نفوذی در اپوزیسیون چگونه بوده که مسیر رو میان به شما میگن مثلا ما طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی هستیم. بله، ما دیگه نمیخوایم کشورمون فقط به دست یک نفر هدایت بشه که ما تضعیف بشیم و شکست بخوریم به این سادگی. بله، ولی میبینید چگونه میان زیر ساختای بقیه افرادو در اپوزیسیون میزنن و خالی میکنن به اسم اینکه آقا هیچ کس دیگری نباید به غیر از شاهزاده رضا پهلوی وجود داشته باشه. شما دقیقاً این رو میبینید، یعنی در حرف اونو میگن اما در عمل کار دیگری انجام میدن. من بارها خدمت هموطنانم عرض کردم و پیامم هم به شاهزاده رضا پهلوی ارسال کردم که شما پادشاه ایران هستید، اجازه بدید مردم در آینده تعیین بکنند نقش شما رو و یا حکومتی رو که در یک رفراندوم میره که شکل بگیره بعد از سرنگونی، ولی شما در جایگاه خودتون بایستید. نقش یک رئیس تلویزیون را یا رئیس شورا یا رئیس یک سازمان رو بازی نکنید، چرا که از توسط فرهنگ ایرانی یکی از والاترین مقام ها به شما داده شده که میبایست حافظ منافع کشور ایران باشید، نه در بعد سیاسی. ما به اندازه کافی فعال سیاسی داشتیم و داریم که بتونه جامعه رو در کنار هم قرار بده تا بتونه برای خودش تعیین سرنوشت داشته باشه، اما در رأس همه اینا احتیاج داریم به یک پدر معنوی که در کنار همه سازمان ها، همه نهادها، همه آهاد مردم قرار بگیره و نقش ایشون نقش تاریخی رو که میتونه بازی کنه بسیار حائز اهمیت بوده و هست. باید به کسانی که خط نادرست یک طرفه رو به عنوان برگشت به سلطنت منتها از راه پادشاهی یا پارلمانی انتقال دادن رو اینگونه توضیح داد که شما اگر اعتقاد به پادشاهی پارلمانی دارید نگاه در کشورهای متفاوت بکنید، نروژ، سوئد، نمیدونم حالا گذشتش امپراتوری ژاپن و یا انگلستان و کشورهای دیگه که پادشاهی پارلمانی دارن و به هیچ عنوان پادشاه در قوه قضاییه مقننه و مجریه دخالتی نداره و تعیین نمیکنه نمایندگان رو و یا سیاست کشور رو. و از همین رو هستش که مردم در کشورهای متفاوت که پادشاهی پارلمانی هست پادشاه خودشون رو ارج مینهند، مورد احترام هست و پادشاه هم سعی میکنه در حفظ یگانگی و همبستگی و یک پارچگی و برقراری کشور با حفظ هویت همون کشورهایی که هست سعی کوشش تلاش بکنه تا کشور به آرامش در کنار هم قرار بگیره. سیاسیون کار خودشونو بکنن، احزاب کار خودشونو داشته باشن بدون اینکه بخواد در سیاست قدرت باشه. اینجا نقش قدرت رو من باید توضیح بدم که زمانی ما زمین خواهیم خورد که پادشاه قدرت باشه نه هویت. زمانی میتونیم به خواسته ها دست پیدا بکنیم که پادشاه هویت باشه نه قدرت. پادشاه کوروش باشه، از کوروش بیاموزیم. چرا حکومت اسلامی این مقدار وحشت داره از کوروش؟ کوروش که اونجا خاکه. چرا؟ به دلیل اینکه میدونه اون هویت و میتونه به مراتب از قدرت قویتر عمل بکنه. قدرت یعنی داشتن یک ایدئولوژی سیاسی و یا گرفتن یک کشور به دست با هر عنوان که اون میتونه سرکوب بشه یا سرنگون از طرف یک ملتی. ولی هویت همیشه پابرجاست. اگه نگاهی بکنید به حکومت اسلامی، اینها اومدن سعی کردن هویت ما رو تغییر بدن، یعنی هم نظام رو تغییر دادن، هم بیش از نزدیک به 40-39 ساله که دارن سعی و کوشش میکنن تاریخمونو که عوض کردن، هیچ تاریخمونو که به دست شریف امامی عوض کردن، نخست وزیر وقت دوران پادشاهی و بعد از اون، یعنی در 4 شهریور 57
و بعد از اون سعی و کوشش کردن تا ما از هویتمون دور بشیم، هویت رو کنار سیاست و قدرت چسبوندن و گفتن مرگ بر شاه، و بعد پرچم رو عوض کردن و بعد ایران رو کردن ایران اسلامی، به این معنا که ما اصلا قبل از 1400 سال هیچی نبودیم، یه کشور عقب افتاده وحشی غیره. نگاه بکنید به آخونده ببینید چه میگن. یعنی من دارم منظورم این هستش که هویت ایرانی به مراتب قوی تر از قدرت در دوره های مختلف بوده و هست. افراد متفاوتی در طول تاریخ اومدن قدرت رو به دست گرفتن، رفتند به عناوین مختلف، اما هویت ایرانی پابرجاست. چیزی که حکومت اسلامی توسط حتی رسانه هاش که امثال بی بی سی یا وی او ای یا صدای آمریکا دارید میبینید، در طول تمام این سالها سعی کردن که جامعه ایرانی رو از هویتشون دور بکنن. وقتی شما شناسنامه رو از دست میدی، وقتی شما هویتت رو نابود میکنن، خیلی راحت جیبتو زدن و از همین رو تونستن 39 سال حاکم بر سرنوشت جامعه ایرانی باشن.